5 کولبری که در منطقه مرزی ایران و ترکیه گرفتار بهمن شده بودند جان باختند. اجساد این قربانیان امروز به زادگاهشون بازگردانده شد و به خاک سپرده شد. در این برنامه میپرسیم چرا مرگ و کشتار مستمر کولبران به یافتن راه حلی برای خاتمه این وضعیت فاجعه بار منجر نمیشود؟ راه حل چیست؟ در چشم انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در این برنامه سه مهمان داریم: صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران، هوشیار رستمی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، و همینطور تلاش خواهیم کرد که فرهاد شعبانی، عضو هیئت مدیره پولبر نیوز رو در ادامه برنامه داشته باشیم. صحبت رو با آقای نیکبخت و همینطور آقای رستمی شروع میکنیم. آقای نیکبخت، ضمن خوش آمد، صحبت رو اجازه بدید با شما شروع بکنیم. شما فکر میکنید که چرا این مقوله کولبری کماکان قربانی میگیره و هیچ راه حلی براش اندیشیده نمیشه؟ ضمن سلام به شما و مهمانان عزیز، باید بگویم مسئله کولبری نه محصول امروز و امسال و پارسال و پیرارسال است، بلکه محصول تاریخ طولانی وضعیت اقتصادی تمام ایران و به ویژه مناطق غرب کشور از جمله کردستان می باشد. برای اینکه در منطقه کردستان که این مسئله کولبری وجود داره و از ماکو تا ایلام را هم در بر می‌گیرد، به اندازه جمعیت این مناطق و به نسبت سایر جاها سرمایه گذاری نمیشه و چون سرمایه گذاری نمیشه، عملا بیکاری در این مناطق به اصطلاح خود مردم بیداد میکنه، زیرا نه در این منطقه شهرک‌های صنعتی حتی به نسبت شهرهای دیگر و مناطق دیگر فعاله و نه به گفته مرحوم آقای فروهر دودکش یک کارخونه از اینجا دود از اش بلند می شود. مضافاً این که در این مناطق در خیلی از جاها به ویژه اون قسمتی که به منطقه کردستان و آذربایجان غربی مربوط هستش، از این مناطق سازمان‌ها و وزارتخونه هایی که نیروپذیر. صدای شما متاسفانه قطع و وصل میشه آقای نیکبخت. بله، کسانی که جویای کارن در حقیقت در این گونه مناطق پذیرفته نمیشوند، از جمله در ارتش، در وزارت امور خارجه، در وزارت کشور و بسیاری جاهای دیگر از نیروی کار این مناطق استفاده نمیشه و در سایر موارد که نیروی استخدامی هم پذیرفته میشه برای کارهای خدماتی، کمتر از مردم محل و منطقه استفاده میشه و در این مناطق هم حتی از جاهای دیگر و از خارج مناطق کردستان نیرو وارد شهر میشه. یعنی شما در واقع مشکل اصلی این مسئله رو، کولبری رو، بیکاری میدونید در مناطقی که کولبری رواج داره؟ بله، بیکاری که ناشی از سرمایه گذاری نکردن در این مناطق در امور تولیدی، حالا این امور تولیدی حتی در قسمتهایی که مربوط به دامداری و کشاورزی هستش، در این مناطق سرمایه گذاری نمیشه و سرمایه در تولیداتی که مربوط به دام و کشاورزی هم هستش اتفاق نمیفته. بسیار خوب، اجازه بدید ادامه بدیم همین بخش صحبت رو با آقای رستمی. آقای رستمی، شما به هر حال مسائل اقتصادی رو دنبال میکنید، مسائل مربوط به کولبران رو هم کم و بیش میدونم که بهش نگاهی دارید. شما فکر میکنید که وضعیت توسعه در استانهایی که کولبری در اون رواج داره تفاوت معنیداری داره با استانهای دیگر در کنار اون؟ و اگر جوابتون ممکنه منفی باشه، چرا پس کولبری در این مناطق به طور مشخص رواج داره؟ ببینید، خب مسئله توسعه، با اینکه ایران خودش کشور توسعه یافته‌ای در کل نیست، کشور
کمتر توسعه یافته است یا حتی میتونیم بهش بگیم توسعه نیافته با توجه به تأخیرهایی که در پیوستن به کاروان توسعه در حدود 10-15 سال گذشته صورت گرفته. با ایران تکلیفش خب مشخصه، به عنوان یک کشور توسعه یافته محسوب نمیشه، اما در بین استانهای مختلف هم ما یک عدم توازن و یک عدم عدالت رو در بهره مند بودن از فرصت‌های توسعه می‌بینیم. برخی از استان‌ها بهتر توسعه پیدا کردن، برخی دیگر نه، که البته اون هم اگر به لایه‌های زیرینش بریم اون هم داستان‌های خاص خودش را داره. حتی استان‌هایی که در واقع بیشتر توسعه پیدا کردن، خب محیط زیستشون بیشتر از بین رفته. در واقع ما به خاطر اینکه اقتصاد ایران از هارمونی برخوردار نیست، که از یک ساختار و پلتفرمی برخوردار نیست که یک مسیر مشخصی رو رفته باشه و کم کم اون مایلستون‌هایی که براش تعریف شده به اون و نقاط رسیده باشه و بدونیم که در یک بازه زمانی یه رشدی رو داشته، اینو نمیشه گفت. اما بله، همونطور که مهمان دیگر برنامه‌تون گفتن، ما مثلا اگر به نرخ بیکاری دقت بکنیم، حاشیه در واقع غربی و یعنی مرز غربی ایران، استانهاش مثل آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان و خوزستان جزء استانهایی هستن که بیشترین نرخ بیکاری رو دارن، یعنی از 20% تا حدود 12.5% که همه‌شون بالاتر از میانگین در واقع کشوری هستن، میانگین کل کشور، و بالاترین استانهایی با نرخ بیکاری هستن. به خاطر اینکه فرصت‌های اقتصادی هم خیلی فراوان نیست، غیر از خوزستان که بسته در واقع صنایع نفت و صنایع در واقع کشیرانی و اقتصاد دریا اونجا وجود داره، در بقیه استان‌ها فرصت‌ها وجود نداره. و من اتفاقا میخوام نکته‌ای رو مطرح بکنم که سرمایه‌گذاری هم انجام شده، میلیاردها دلار پول در واقع سرمایه‌گذاری شده، اما انگار دور ریخته شده، به خاطر اینکه ما هیچ‌وقت از ظرفیت‌های اقتصادی این استان‌ها مطالعه خوبی در موردش نداشتیم. خیلی اومدن سرمایه‌گذاری انجام شده، اشاره شما مشخصاً به چی آقای رستم؟ به این که فکر میکنیم سرمایه گذاری کردن و بیکاری کردن همون چیزی که گفتن، همون نگاه 40-50 سال قبلی که باید دودکش وجود داشته باشه تا احساس کنیم که بله یک جای توسعه پیدا بکنه. نه، نیازی به دودکش وجود نداره، نیازی به این که نیست که حتما تولید اتفاق بیفته. ما پولهای زیادی خرج شده، این همه طرح در واقع نیمه تمام وجود داره، طرحهایی که یا نیمه تمام باقی موندن حالا به دلیل مشکلاتی که تخصیص بودجه های عمرانی است که اتفاق نمیفته، یا اینکه طرح اونجا رفته ولی چون از نظر اقتصادی توجیه پذیر نبوده بعد چند سال تعطیل شده. من ادعایی ندارم که خیلی زیاد بوده یا قابل توجه بوده، ولی همین مقداری هم که شده به سرانجام نرسیده و این مشکل اصلی است. به نظر من به خاطر اینکه خانش و برداشت درست اقتصادی از ظرفیت‌های اون منطقه وجود نداره، اون منطقه بیشتر باید رو حوزه خدمات روش سرمایه گذاری اولیه اینه که مطالعه کنیم اصلا چه کارهایی باید اونجا انجام بشه. اجازه بدید، ارتباط ما با فرهاد شعبانی هم برقرار شده، ایشون هم به صحبت بپیوندند. آقای شعبانی خوش آمد میگم خدمت شما و ممنونم که به این گفتگو پیوستید. شما و مهمانان گرامیتون عرض سلام و ادب دارم. ممنونم. آقای شعبانی، شما خبرهای مربوط به کولبران رو از نزدیک دنبال میکنید. از این 5 کولبری که جان باختن در بهمن چی میدونی؟ ببینید، این 5 کولبر روز 29 دی ماه بعد از ظهرش به ما در کولبر نیوز خبر رسید که 5 کولبر گرفتار برف و بهمن اومدن در نوار مرزی ارومیه، و هر 5 کولبر اهل روستای کوران از توابع ارومیه یا در بخش سوما و برادوست ارومیه بودند. این کولبران، ما خبرش رو فوراً منعکس کردیم و در این حال از مردم منطقه خواستیم با توجه به تجربه‌ای که داشتیم که امداد رسانی بکنند و به کمک این کولبران برند. متاسفانه نیروهای مرزی هم کشور ترکیه و هم جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه کمک رسانی برای رفتن اهالی برای نجات جان این کولبران رو ندادن. یعنی چی؟ یعنی 4-5 نفر آدم در بهمن گیر کردن، بعد نیروهای مرزی ترکیه و جمهوری اسلامی که خودشون میبایست برن کمک، نذاشتن مردم منطقه برن کمک رسانی کنن؟ به هیچ عنوان. شما توجه بکنید، دیروز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعد از 8 روز در رابطه با این 5 شهروند ایرانی اظهار نظر میکنه، میگه جنازه هاشون پیدا شده، نمیگه ما
اقدام عملی انجام دادیم برای پیدا کردن جسد این کولبران و در این رابطه ادامه میده، میگه چندین نامه کنسولی ما بین ما و دولت ترکیه در رابطه با این کولبران صورت گرفته. این نشون میده که جمهوری اسلامی و نیروهای هنگ مرزبانی در این منطقه نه تنها اجازه ندادن، بلکه نسبت به سرنوشت 5 تابعی ایران که در خاک ترکیه جونشون رو زیر بهمن انجام دادن بیتفاوتن. آیه بشابانی، این آقای خطیبزاده همانند فرمانده مرزبانی احمد علی گودرزی اعلام میکنه که اینا عبور غیر مجاز داشتن از مرز. خب من سوالم از ایشون اینه که عبور غیر مجاز این کولبران برای چیه؟ همینطوری که مهمان قبلی اشاره کردن، در کردستان اصلا نه تنها سیاست توسعه اقتصادی وجود نداره، بلکه برعکس یک استراتژی وجود داره تحت عنوان برقراری امنیت پایدار در کردستان، که این سیاست برقراری امنیت پایدار رو میلیاردها تومان براش هزینه می کنن تا مردم این منطقه رو تحت سلطه جمهوری اسلامی نگه دارن. اجازه بدید آقای شعبانی، من فقط همینجا یه نکته رو ازتون بپرسم. امنیت پایدار در گروه توسعه پایدار، اگر قراره که مردم یک منطقه راحت باشند، خوشحال باشند، خوشبخت باشند، در کنار در واقع حاکمیتی که دارن باش زندگی می کنند رو بپذیرند و اون حاکمیت برای اونها مشروعیت داشته باشه، قاعدتاً می بایست از سطح رفاه خوبی برخوردار باشند و زندگی اونقدر زندگی برای اونها قابل پذیرش باشه که امنیت به معنی کامل هم برای شهروندان و هم برای حکومت در جریان باشه. اگر حاکمیت نگاه امنیتی داره به گفته شما، امنیت پایدار میخواد در منطقه، چطوره که اهرم‌های توسعه در این منطقه فعال نیست و توسعه یافتگی به اون مفهومی که در خیلی از استانهای دیگر ممکنه شاهدش باشیم اتفاق نمیفته و بیکاری اونقدر بالاست که مردم جونشون رو میگیرن کف دستشون و میرن اونور مرز جنس بیارن؟ ببینید، مهمون قبلیتون اشاره کردن به استانهای کردستان، لرستان، خوزستان. در رابطه با کردستان من دقیق خدمتتون عرض بکنم که این آمار و ارقامی که خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه واقعی نیست. خودشون اعلام میکنن که میانگین درآمد مردم کردستان نصف میانگین درآمد بقیه سایر نقاط ایران است. در رابطه با سیاست توسعه ما در کردستان، سیاست کردستان وقتی که من اعلام میکنم منظورم از ایلام تا میرسیم به ماکو و بازرگان، ما سیاست توسعه اقتصادی در کردستان نداریم، برعکس ما غارت منابع طبیعی کردستان رو داریم. کردستان یکی از سرشارترین منابع سنگ، طلا و آهن رو داره که در کردستان زیر نظارت مافیای سپاه پاسداران خام فروشی میشه به جاهای دیگر. هیچ درآمدی به مردم کردستان بر نمیگرده. شما نگاه بکنید، 3 معدن طلای بزرگ ایران در کردستان واقع شده: ساریگونی، قلقله سقز و تکاب. 70% طلای تولید شده ایران در کردستان استحصال میشه، ولی چند درصد از منابع این در آمدی به کردستان برمیگرده. بنابراین میخوام بگم خدمتون، هیچ رابطه ای ما بین توسعه و امنیت پایدار در کردستان وجود نداره. امنیت پایدار رو 3 قرارگاه نجف، نجف در کرمانشاه، شهرانفر در سنندج و حمزه در ارومیه اداره میکنن. اجازه بدید آقای شعبانی من برمیگردم به جزئیات این صحبت. این بلم که خدمتتون میگم برای اینه که خواهش کنم که یک کمی جمع جور کنید که وقت بچرخه و به مهمان های دیگر هم صحبت برگرده. در کردستان آقای شعبانی میشنوید اصلا صدای منو؟ بسیار بسیار دشواره، به طوری که در 100 سال گذشته همچین زندگی رو مردم کردستان تجربه نکردن، به طوری که 180,000 نفر از شهروندان این منطقه کولبری میکنن، در میانشون نابغه
وجود داره، تحصیل کردگان دانشگاهی فراوان وجود داره، ورزشکاران، هنرمندان، فرهنگیان وجود داره و جمهوری اسلامی هیچ سیاست اشتغالزایی برای این مردم نداره و اصلا ناچاری. آقای شعبانی، من فکر می‌کنم شما صدای منو نمی‌شنوید. در گرو نان آقای شعبانی صدای من رو فکر می‌کنم نمی‌شنوید. اجازه بفرمایید به نوبت به سایر مهماناتم برسه، من دوباره برمیگردم خدمت شما برای ادامه صحبت شما. آقای نیکبخت، صحبت‌های آقای شعبانی رو شنیدید؟ من فکر می‌کنم مشکل داشتن، صدای من رو نمی‌شنیدن متأسفانه. عذر می‌خوام، یک کمی طول کشید تا برگردیم خدمت شما. صحبت‌های آقای شعبانی به هر حال به نکات مختلفی اشاره داشت. ضمن اینکه نظر خود شما در مورد صحبت‌های ایشون چیه؟ به هر حال سه مهمانی که در این برنامه دارین، اگر که اشتباه نکنم، همتون یک پس‌زمینه کردی دارید. اگر اشتباه می‌کنم تصحیح بفرمایید. ولی نظر خود شما چی هست در مورد این مسئله آقای نیکبخت؟ بله، همونطوری که ایشون البته اگر به اصطلاح زمینه‌ای فراهم میکرد همه را یک جا نمیگفتن خیلی بهتر میشد صحبت کرد. به نظر من همه این چیزایی که ایشون میفرمایند حالا ممکنه با اون روایتی که ایشون میگه نباشه، ولی واقعیت قضیه اینه، همونطوری که آقای رستمی اشاره کردن، در مناطق غرب کشور به ویژه کردستان و علل خصوص همین منطقه‌ای که ایشون فرمودند، البته مناطقی مانند لرستان و خوزستان که ایشون فرمودند غرب نیستند، در غرب هستند ولی حاشیه غربی کشور نیستند، اما در این مناطق توسعه متوازنی وجود نداره. برای اینکه توسعه متوازن وجود داشته باشه لازمش دو چیزه. خبرنگار اقتصادی بهتر میدونه، یکی این که جذب سرمایه بخش خصوصی بکنیم که در اون منطقه با شیوع این مسئله و با توسعه و اصلا بزرگنمایی که در این مورد میشه مطرح میشود که در اینجا امنیت وجود نداره، در حالی که با اطمینان کامل به شما عرض میکنم حداقل از سال 1365 که من کار وکالت میکنم و میرم اونجا و آمد و رفت دارم، امنیت در منطقه کردستان از بسیاری نقاط کشور بیشتر و بهتره. این یک موضوع. موضوع دیگر اینه که اگر سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب نمیشه، که این دردیست که تمام ایران داره و متاسفانه روز اول همه چیزو ملی کردن، دولتی کردن، حتی سلمونیا رو، الان دیگه کمتر مردم میل دارن که سرمایه گذاری بکنن حتی در داخل خاک کشور و میفرستن ترکیه، امارات متحده عرب و جاهای دیگر. غیر از این خود دولت هم در اینجا به نسبت جاهای دیگر، من اجازه بفرمایید این قسمت رو توضیح بدن، به نسبت جاهای دیگر در کردستان سرمایه گذاری نمی کنه. آمارهای دولتی در این مورد که من الان جای این نیستش به قول معروف، صدای شما قطع شد. آقای شعبانی ولی بله، بر اساس آمارهای خود کشور ما دولتی یعنی رسمی، این آمارها اصلا تناسبی با هم دیگر نداره و به همین جهت است که در این منطقه اشتغال به وجود نمیاد. وقتی اشتغال به وجود نیاد مردم باید برن برای کار دنبال چیزهای دیگر. متاسفانه صدای شما رو ما خیلی سخت می‌شنویم. برید مشکل فنی صدا رو حل بکنند همکاران، برمیگردیم. آقای رستمی، شما هم صحبت‌های آقای شعبانی شنیدید، هم صحبت‌های نیکبخت. محور اصلی که هر دو مطرح می‌کنند بحث عدم توسعه است، یعنی در واقع توسعه نیافتگی منطقه و بیکاری. خود شما هم اشاره کردید به هر حال که آمار بیکاری بالاست و پولبری یکی از دلایلی که براش برشمرده میشه اینه که خب این آدم‌ها به رغم اینکه میدونن جونشون در معرض خطره، اما باز به این کار دست میزنن برای اینکه منبع درآمد دیگری ندارند. اشاره کردید به اینکه سرمایه گذاری ها درست و هدفمند انجام نمیشه و کار پروژه هایی هم که تا الان انجام شده بعضی هاش یا نیمه تمام مونده به این دلیل که بودجه نداشتن یا اینکه درست اجرا نشده و عملا ناکارآمد مونده. به نظر شما از نظر اقتصادی برای بهبود وضعیت مردم منطقه، برای اینکه پولبری به عنوان یک پیشه نباشه و کاری باشه که مردم بتونن انجام بدن بدون اینکه جونشون در معرض خطر قرار بگیره، چه باید کرد؟
به نظر من بله، من با دوستان کاملا موافقم که عدم توسعه یافته یه منطقه یکی از دلایل اصلی در واقع اینه که مردم تمایل داشته باشن به کولبری، نه تمایل از به عنوان یک انتخاب، به عنوان یک الزام و اجبار. ولی در کنار اون مسائل دیگه‌ای هم رخ میده در واقع در این نقاط مرزی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم و باعث میشه جنس و کالا بیاد این وری. مهمترینش اینه که ما به نظر من اینه که پدیده به اسم قاچاق داریم. در بسیاری از کشورهای دنیا دیگه چیزی به اسم قاچاق وجود نداره، یعنی اینکه ما مردم رو یعنی فضا و فرصتی رو درست بکنیم، یه سری آدم توانمندی که میتونن از هر راه دیگه امرار معاش بکنن، ولی این امکان رو داشته باشن کیلومترها در برف در جاده های سخت بیان و برن برای اینکه یه قاچاقی انجام بدن، بخاطر اینکه یک صرفه اقتصادی داره. اولینش همین بحث قاچاق، یعنی ما سیاست های حمایتی رو همونطور که آقای نیکبخت گفتن، ما یک نوع نگاه در واقع کلنگر به اقتصاد داشتیم که همه چی اقتصاد باید در اختیار دولت باشه، همیشه باید حمایت بکنه. به خاطر همین سیاست های تجاری در ایران به شدت حمایتی است از صنایع داخلی و این باعث میشه تعرفه های گمرکی بالایی داریم و به خاطر تعرفه های گمرکی بالا قاچاق میارزد. یعنی مهمترین اتفاقی که باید در این کشور رخ بده اینه که قاچاق نیارزد، هرچند که اون حجم کار ببینید گفتنش آسونه، ولی اینکه قاچاق نیارزد یعنی دقیقاً چه اتفاق بیفته؟ یکم میخوام لمسی تر حرف بزنیم بشه. من عدد بهتون میدم خانم ثابت. ببینید شما مثلا یه موبایلی رو سال 85 اگر اشتباه نکنم آقای احمدی نژاد یکی از اولین تصمیم های جنجالیش این بود که اتفاقا این بحث های کولبرینا از اون موقع هم خیلی اوج و شدت گرفت و انقدر زیاد شد، یعنی آدم های زیادی جذب شدن، گفت که موبایل 65% باید تعرفه گمرکی داشته باشه. قبلش یه عدد خیلی کمی بود، زیر 10%، و به خاطر همین شرکت ها به صورت قانونی موبایل رو وارد کشور میکردن و خب گمرکش هم پرداخت میشد و کسی این 10% فاصله اگر گوشی اون موقع مثلا فرض کنیم 500,000 تومان بود، برای این 50,000 تومان نمیارزید بره قاچاق از مرسا بیاره. ولی وقتی شما میکنید 65%، این 500,000 تومان شما یعنی 300,000 تومان، یعنی اگر برای شما قاچاقش 200 تومان هم در بیاد میارزد شما قاچاق بکنید. برای همین یعنی تعرفه ها، تعرفه های گمرکی و سیاست تجاری اتفاقا اصلا چیز عجیبی نیستن. بازارش های مرزی چرا این وسط نتونستن به کولبری یک سامانی بدن؟ ببینید همه دارن راجع به ساماندهی این حرف میزنند اما عملا کاری انجام نمیشه. من به طور مشخص خدمتتون عرض میکنم، از مهمان دیگه عذرخواهی میکنم، ببخشید این بخش اقتصادی رو اگر اجازه بدید من با آقای رستمی کمی بیشتر ادامه بدم. خبر میدادن در مورد اینکه 3000 طرح برای کولبران غرب کشور قراره که توسط ستاد اجرایی فرمان امام انجام بشه. ستاد اجرایی فرمان امام به هر حال یک دم دستگاه بسیار گسترده است، هم سرمایه داره، هم توان داره، هم نیرو داره. 3000 طرح اگر قرار باشه اجرا بشه، این خبر رو من در هفته بهمن 99 میبینم که مطرح شده، مال همین اواخر هست. چطوره که اینها نتونستند یا نمیتوانند سامان بدن این مقوله رو؟ عرض کردم در راستای همون صحبت‌های قبلی، موضوع دیگه‌ای که وجود داره ما خیلی وقتا پیش میاد وقتی در مورد کردستان صحبت می‌کنیم و همیشه یک پس‌زمینه امنیتی وجود داره. من با این وقت موافقم که من هم از کردستانم، اونجا منطقه کاملا امنیه، هم برای سرمایه‌گذاری امنه، هم برای رفت و آمد امنه، به هیچ مشکلی هم نداره. ولی اینکه چرا سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افته حالا داستان دیگری است که بهش می‌پردازیم. اما این پس‌زمینه امنیتی همیشه وجود داره. بعضی وقتا اگر احساس می‌کنن یه فقری وجود داره یا چیزی، میان یک رانتی یا یک امتیازی تولید میکنن، مثلا کمک باشه به اون منطقه، یه نماینده مجلسی روش اصرار میکنه یا یک افرادی در مرکز فکر میکنن اینطوری بهتر، یا شاید برای منافع خودشون نمیدونم. ولی مهم اینه که این امتیازه به همه نمیرسه. مثلا همین بازارچه‌های مرزی که شما فرمودین یکی از این امتیاز هاست. یه بازارچه مرزی شکل میگیره. ببین ما کولبری یکی از رویه های گمرکی رسمی در کشوره. همه جای دنیا صادرات، واردات و ترانزیت دارن. ما در ایران 14 تا رویه گمرکی داریم. کولبری هم یکی از ایناست. بازارچه مرزی تشکیل میشه، در واقع یک جایی، یک حیاتی درست میکنن سر مرز، میگن خب بار بعضی از این بارها از این مرز به صورت کولبری بیاد. این تولید امتیاز برای پس برای چی باید یه سری آدم این مسیر رو باید بندازن رو کولشون؟ اصلا نیازی نیست، ماشین میتونه بیاره داخل اونجا گمرک بشه با یه تخفیفایی که وجود داره و بره بیرون. اما نه، ما این رو میکنیم شکرانت یک امتیاز. یه سری از این آدم ها وجود دارن که به عنوان کولبر اینا یه کارتای کولبری میگیرن، خیلی خاصن که ارتباط داشته باشن با رئیس شورا، نمیدونم با کف خدا. یعنی کارتای کولبری رسمی وجود داره به رغم این هاست که هزاران نفر از کو بیابون میرن.
بله وجود داره، اونها مسیرشون خیلی ساده است، درسته کرایه حملی که میگیرن خیلی زیاد نیست، ولی خب یه کار خیلی سیف، خیلی شرافتمندانه نیست، در شأنیت نداره، انسانی نیست که یه آدمی در سال 2020 یه بار رو بندازه بله. کورش و بخاطر اینکه از این حیاتی رد کنه، ولی بالاخره وجود داره و سیف تره، ولی اینکه برای همه نیست. وقتی که برای همه نیست، در کنارش یک مسیرهایی وجود داره که اونها یه بارها به محصول و کالای دیگه رو میارن، اون میشه بار در واقع کوله بری قاچاق، در واقع که کرایش هم بیشتره. حالا اونجا هم داستان داره، یعنی اونجا هم یه سری آدم ها هستن که یه سری از این کوله برها رو هدایت میکنن، یه آدم هایی هستن ازش پول در میارن، 6 تا پسر داره همش داره کار میکنه، ولی یه آدم هایی مثلا واقعا دوچار مشکل میشن همین در بدونید که عمدتنشون میدونم شما عجله دارین. عجله ندارم، منتظرم اگر که صحبتتون تمام بشه وقت بدم به بقیه مهمانان که اونها هم صحبت کنن. بفرمایید. خیلی هاشون بیشتر از یکی دو سال نمیتونن کوله بری بکنن، کوله بری مخصوصا قاچاق به عنوان کولرگازی اینا انقدر سنگینه، اینا مشکلات فیزیکی پیدا میکنن و عمدتن شغل و یا کار ادامه داری نیست. بسیار خوب. آقای شبانی، صحبت‌های دو مهمان دیگر رو شنیدید. شما فکر می‌کنید که چه راه حلی؟ آقای نیکبخت، شما چیزی می‌خواید بگید؟ بفرمایید. حالا شما قبل از اینکه بریم به سراغ آقای شبانی با محور جدید بفرمایید. ببخشید. البته آقای شبانی ببخشید. من نسبت به فرمایش‌های آقای رستمی یک عرضی دارم و اون این است، به این شکلی که ایشون می‌فرمایند اصلاً نیستن. بنده اهل اون منطقه هستم. شاید بستگان من هم کولبری می کنند. غیر از این من وکیل دادگستری هستم و وکالت بسیاری از این خانواده های کولبرا را کردم. به این شکلیشون می فرمند نیست قضیه. اساساً کولبری رسمی و کارتی بدن و نمیدونم اینا بسیار بسیار محدوده و تعداد اینها هم اصلا اونقدر نیست که قابل به اصطلاح تصور باشه که آقای شبانی قطعا در حرف بعدی مطرح خواهد کرد. ولی که اصل اساسی این است که با توجه به جمعیت فراوانی که در اونجا مشغول به این کارن، علتش هم چیه؟ علتش همین بیکاریه. بیکاری باعث شده که کولبر جانش رو بده در برابر این که زمینه حیات برده. این عین واقعیت و در اینجا کسان از خارج مناطق کردستان به اصطلاح ارگان دیگر، ارگان به معنیشو من نمیخوام، یه تشکیلات دیگری رو را انداخت، اون پولبران است. یعنی در برابر کولبران پولبران وجود داره. این پولبران در واقع در اونجا جمع شدن و این کولبار که وارد شهرها میشه، که وارد استان کردستان یا آذربایجان غربی یا کرمانشاه و ایران میشه، اینا اونجا جمع میشن و بدون اینکه توجه بشه که این کالا قاچاق بوده، اونها خیلی راحت این رو بار کامیون ها دیری ها و حتی ممکنه با راه آهن هم میکنن و هیچی دنبال این قضیه که این کالا همون کالا قاچاق نیست. یعنی اینها دنبال کالا نیستن با قاچاق، چون مسئله کالای قاچاق قائم به خود کالاست، نه به شخصی که اون رو حمل میکنه. در حالی که اینها خیلی راحت وقتی وارد این مناطق میشه، اونجا رو بار میزنن از طریق کامیون ها و تیلی ها به شهر تهران میشه و میرن در بازارهای مختلف آن این رو چکار میکنن، میفروشن یا جاهای دیگر. خب آقای نیکبخت، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. میدونید این قضیه همونجوری که خود شما اشاره کردید، کالا در مرز اگر که قاچاق هست، در بقیه این مسیر تا جایی که به دست مصرف کننده میرسه و در بازار توزیع میشه، قاعدتاً میبایست قاچاق باشه. شما به عنوان وکیل مشکل قانونی قضیه رو کجا میدونید؟ چرا در اون جایی که جان کولبر ممکنه در معرض خطر قرار بگیره این کالا قاچاقه، ولی اونجایی که میاد بار کامیون میشه، بار قطار میشه و به تهران و شهرهای بزرگ دیگه ممکنه برسه، قاچاق نیست؟ بله، از 4-5 سال پیش روی این موضوع خیلی کار کردم. خیلی عذرخواهی میکنم از مهمانان دیگر اگر من طولش میده. این کالایی که توسط کولبران به کشور میشه، در نیمه اول دهه 90 میگفتن حدود 20 میلیارد کالای قاچاق وارد کشور میشه. از این 20 میلیارد حتی 5% هم، یعنی 1 میلیارد توسط کولبران وارد نمیشه، 1 میلیارد دلار اونهایی که به اصطلاح اختلاس کردن و بردن و اینهایی که الان خیلی راحت در نرمی هم محاکمشون میکنن، خیلی هاشون هم رفتن که
محاکمه وجود نداره، در اونجا وجود این یک میلیارد دلار کالا خیلی زیاده اونجا. کالایی که از اونجا عدد و رقم چیه آقای کالا انا اینو عرض میکنم، کالایی که اونها وارد میکنن، کالاهایی که برای به اصطلاح معیشت و زندگی و اینا وسایل زندگیه، مانند یخچال، تلویزیون، لباسشویی یا حد اکثر لوازمی اتومبیله، این کالا جمعا اونجا یک میلیارد میشه. ولیکن میبینیم اعلام میشه که میلیارد دلار در اون زمان، در اون زمان که بعضی اقتصادی ایران بهترین مشکلات بیرونی رو نداشتیم، 19 میلیارد دیگر از طریق رسمی یعنی از طریق اسکله ها، از مرزهای همین موضوعاتی که فرم بازارهای مرزه که به وجود آورده، از اون طریق وارد میشه. اونها هیچ مشکلی، اما نمیدونم چرا این مشکل وقتی که بار با و کشتی و نمیدونم کامیون و وارد میشه مشکلی نداشته باشه، اما باری که روی دوشه کولبریه که فقط به خاطر زندگیش اینو وارد میکنه، این مشکل داره و بدون رعایت هیچ گونه مقررات قانونی و بدون اینکه اصلا به اونها انذار بدن، آگاهی بدن و یا اینکه مدارشون بکنن اسم بشه یا نه اسم بکنن، بلافاصله اینا رو به رگبار میبندن. من فقط یک جمله دیگه برمیگردم اگر اجازه بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید بعد برمیگردیم خدمتتون. مرسی آقای شعبانی، صحبت‌های دو مهمان رو شنیدید. به هر حال وضعیت منطقه رو و وضعیت پولبران و چرایی این رو توضیح دادن. من می‌خوام این نگاهی هم بکنیم به خانواده اینها که کسی رو، عزیزی رو از دست میدن، چه با شلیری که ماموران مرزی، چه با جان باختن در مسیر صعب العبور. به طور مشخص این پنج کولبری که جان باختند بر اثر بهمن، از زندگی اینها چی میدونیم؟ این خانواده ها، اینا بچه داشتن، زن داشتن، چی میدونیم؟ کیا بودن اینها؟ ببینید، به من اجازه بدید که یه نگاهی به اظهار نظرهای آقای رستمی و آقای نیکبخت بفهمت. که من کارهای ایشون و آقای عثمان مزین رو از نزدیک تعقیب میکنم و در حال حاضرم که با شما دارم صحبت میکنم، من در کردستان عراق مستقر شدم و روزانه با گروه از کولبران ارتباط نزدیک داریم، من و همکارانم. بفهم. ببینید، آقای رستمی با منطق اقتصادی دارن وضعیت رو توضیح میدن که با واقعیات زندگی مردم خیلی فاصله داره. مثلا شما امروز خبری رو هفتم بهمن ماه که امروز هست رو دارین اعلام میکنید که محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی، به کردستان اومده در یک سفر یک روزه. ایشون تنها کسی نیستن که طی هفته های گذشته به کردستان سفر کردن. ابراهیم رئیسی سفر کرده، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی به کردستان سفر کرده، پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان به کردستان سفر کرده. چرا سفر کردن؟ آیا اینها برای ساماندهی وضعیت کولبران و یک سیاست توسعه اقتصادی سفر کردن؟ نه خیر، این رابطه مستقیمی با نمایش انتخابات، به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری در پنج ماه آینده داره، چون قراره در پنج ماه آینده یک پاسدار یا یکی از نزدیکان سپاه پاسداران قدرت اجرایی کشور رو در کنار قوه مقننه و قضایی داشته باشه. بنابراین دغدغه الان بازم پولبرا نیستن، دغدغه عملا مسائل سیاسی حاشیه‌ای است که به هر حال به دلیل اون مقننه. دقیقاً. خب حالا اگر اجازه بدید، در مخیله و ذهن جمهوری اسلامی بله. که معاونت امنیتی وزارت کشور اینها رو قاچاقچی نامیده اصلا وجود نداره. بنابراین این رفت آمدها و این ترددها رابطه‌ای با زندگی و معیشت کولبران نداره. نقطه دوم، اگر اجازه بفرمایید، حالا وقت کوتاه هست، یه 7-8 دقیقه بیشتر نم، چند دقیقه شاید کمتر از اون مونده. من جنبندی میکنم، میخوام بهتون بگم وضعیت زندگی کولبران پنج نفر، بفرمایید، پنج نفر زیر بهمن مونده در مرز ارومیه مشابه با زندگی سایر کولبرانی است که از طریق شلیک مستقیم، سقوط از صخره، ماندن زیر برف و بهمن،
رفتن روی مین‌های به جا مانده از جنگ ایران و عراق تقریبا مشابهه. این 5 نفر جوون بودن، یکی دو تاشون 18 ساله بودن، یکی دو تاشون متأهل بودن، ولی معیشت این کولبران خیلی خیلی زیر خط فقر در مقایسه با میانگین زندگی در سایر نقاط کشور، و به همین دلیل مادرانشون زجه میزنن وقتی فرزنداشون رو از دست میدن، چون اونا نوناور خونه رو از دست میدن و دیگر هیچ معیش کسی نیست. سوال همینه، من میخواستم در همینجا برسم آقای شعبانی. الان که این ناناوران خانواده جانشون رو از دست دادند و خب در موارد خیلی زیادی آقای نیکبخت اشاره کردند و خودشون وکیل خیلی از این خانواده ها بودند، اونها که به دلایل مختلف در این مسیر جان از دست میدهند، چه به روز خانواده هاشون میاد؟ یعنی اونها چطور حمایت میشن بعد از این، اگر که وضعیت خانواده تو هم با فقر بوده، این ناناور خانواده مجبور بوده برای اینکه یک کمچی کاری رو بکنه، بعدش چی میشه وقتی که او جان دست میده؟ ببینید، قانون هیچ حمایتی از این کولبرانی که کشته یا مجروح میشن نداره. نه آقای نیکبخت، خیلی برای کارهای ایشون و آقای عثمان مزین من احترام دارم، تا حال نتونستن حمایت قانون رو از این کولبران جلب بکنن، تا حال نتونستن قانون سلاح به کارگیری سلاح رو درش تغییری بدن، نه آقای نیکبخت نه آقای عثمان مزین. این کولبران وقتی که مجروح میشن زمینگیر میشن، محتاج این و اون میشن. ما بارها و بارها کمپین های حمایتی مادی شروع کردیم برای اینکه یک کولبر رو به بیمارستان ببریم و هزینه های درمانش رو تامین بکنیم. بله. و خانواده های دیگر بسیار فقیر و فقیرتر میشن و هیچ حمایتی از اینا وجود نداره، نه بیمه ای و نه حمایتی. ممنونم آقای نیکبخت، پاسخ شما رو هم بشنویم. به هر حال میگفتند که قانون حمایتی نکرده از اینها، شما به عنوان وکیل چه تلاشایی کردید و چه پاسخی گرفتید؟ اصلا این خانواده چه باید بکنن بعد از اینکه ناناور رو از دست میدن؟ تلاشای معمولا خانواده هایی که معمولا وکلا میکنن فردیه، یعنی یک کولبر معمولا هم در مدیه که بر اثر شدید نیروهای انتظامی کشند، و در خیلی از این موارد مقررات کارگیری سلاح به کار برده نمیشه، و چه بسا اگر مقررات رو به کار میبرده، نه چه بسا، بلکه در اکثریت میتونم بگویم در تمام موارد قتلا اتفاق نمیفتد. ولی برای اینکه موضوع رو از حالتی که جناب آقای شعبانی مطرح میکنه ما به منطقه اصلی مراجعه بکنیم، متفن مسئله را موضوع بررسی قرار بکنیم، این موضوع دو قسمته. قسمتی از کولبرا به اصطلاح گرفتار می شوند، مانند همین 5 نفری که به نظر من اینها شهید هستند و مجاهد واقعی بودند، برای اینکه برای امرار معاش خود و خانواده به جای این که برن برای جامعه ذره بره زندگی خودشون رو تقلیم. ببخشید، به نظر من تمام هاست که من اهل این کار، اگر اجازه بدین من صحبت ما تمام بکنم. آقای نیک بفرمایید، همین صدا صحبت کنیم، با شما عبور غیر مجاز رو گفتن بهشون دیگه شهید محسوب نمیشن. آقای نیک بفرمایید. بله ببخشید، من یه کمی هم بلندتر صحبت کنید، دقیقه های پایانی آقای نیکبخت، ما صدای شما رو سخت در مورد اون کسان، بله در مورد اون کسانی که کشته میشن فقط دیه به خانواده هاشون میدن و هیچ بهشون تعلق نمیگیره. در مورد این افراد که در دچار قریعت میشن و به این ترتیب فوت میکنن، به اینها هم هیچ چیزی داده نمیشه. این افراد نه بیمه هستن، نه از امکانات مالی حکومتی استفاده می کنند و نه هیچ گونه اقدامی برای اینها از طرف دولت صورت می گیره. فقط ممکنه بعضی از این خانواده ها مشمول حمایت کمیته امداد بشه که اینم بسیار رقم اصلا اندکیه، و یا اینکه بعضی از خانواده ها در این مناطق کردنشین و مناطق حاشیه کشور مشمول یک طرحی می شدن به نام طرح شهید رجایی. این مبالغی داده میشه به جرأت میتوانم بگویم به یک هفته اونها هم نخواهد بود، اونم به
نیست. ولی کسانی که از منافع کار استفاده می کنند و اون هزینه یک هفته شد یه حد اکثر هزینه یک هفته. فقط یک جمله دیگری دارم چون نوبت آقای رستمی را من باید بگیریم. فقط یک مورد دیگر وجود داره و اون این است، در این گونه مسائل معمولاً آنچی که سود میبره و آن که از این سود استفاده میکنه همون پولبران هستن که با امنیت کامل کالاهایی که پولبران میارن سودبران در واقع از کردستان، از سودبران یا پولبران. من اینو سود الان اصطلاح سرکار بهتر خانم دکتر سودبرانن که منتقل میکنن به تمام شما رو آقای با قیمت‌های بسیار گزافی. بله خیلی سخت میشم. اجازه میفرمایید دو دقیقه پایانی برنامه است یه جنبندی هم بدیم آقای رستمی داشته باشن. خیلی وقته که ساکت موندن. آقای رستمی برشمردن همه مشکلات رو، به نظر شما از نظر اقتصادی در شرایطی که این خانواده ها تحت فشار مالی هستن چه راهی پیش روی خانواده ها وجود داره؟ من فکر می‌کنم قاعدتاً یه بخشی از حمایت‌های قانونی رو باید در واقع دولت، این کار خیلی ساده است، یعنی اگر ما یک حسنیتی ببینیم قاعدتاً باید از این خانواده‌ها یک حمایتی بشه. من در خبرها دیده بودم آیه نیکبخت باید شهادت بدن که آیا این اجرایی شده یا نه، که صندوق بیمه روسایان و عشایر قرار شده کولبرها رو بیمه بکنن، ولی من باز نگران اونم. همون چیزی که آیه نیکبخت به من انتقاد کردن که چرا میگم خب یه سری از این کولبرها رسمی دارن میرن، اتفاقا من نگران همینم. وقتی ما کولبری رو رسمی و غیر رسمی میکنیم، یعنی چون وجود داره و باید بهش بپردازیم، بعد اگه قرار یه طرح حمایتی باشه میگن خب اونی که رسمی بوده، در حالی که من دفاعم از این کسی هست که غیر رسمی است در واقع. چرا؟ چون همه ما میدونیم، همه کسایی که به اون منطقه سفر کردن و اون مرزها رو میشناسن میدونن که شما یک کیلو موز نمیتونید بیارید اگر اراده وجود نداشته باشه، اراده بالاتر. اصلا کولبر کاری نیست. کولبر اگر راهی وجود داشته باشه میره این بار رو میاره و یک کرایه حملی میگیره. اگر بخوام ببندم به راحتی میتونم ببندم، کما اینکه بارها این اتفاق افتاده. شما پس به همون سودبرانی اشاره دارید که آقای نیکبخت میگن دیگه؟ بله قطعا. این اصلا یه شبکه است، یه شبکه بزرگ از اون کسی که بارو میاره. و فکر نکنید یه آلکاپوی اونجاست، همین آدمای بله. ساده که تو منطقه، حالا مال اون منطقه یا شاید هم بیرون باشن، میارن در داخل اون شهر برای خودشون شبکه دارن و در بیرون هم همینطور. ممنونم از مهمانان صالح نیکبخت، هوشیار رستمی و فرهاد شعبانی که در این برنامه همراه ما بودند. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنم.